با سلام مجدد، امیدوارم که از نعمت سلامتی برخوردار باشیم و روزگار به وفق مراد شما عزیزا باشه. در دومین جلسه درس فیزیولوژی چشم قرار داریم که البته هفته اول جلسه دوم. در بحث روز قبل ما یک مروری داشتیم بر آناتومی چشم. قبل از اینکه درس جدید را آغاز بکنیم، یک ویدیوی خیلی خلاصه از درس قبل را داریم تا اینکه آنچه که در جلسه قبلی گفته شد یادآوری بشه برای شما و بعدا درس جدید را شروع میکنیم. در جلسه قبل ما و شما در رابطه به آناتومی چشم معلومات حاصل کردیم. گفتیم که چشم از نقطه نظر آناتومی در سه بحث جداگانه مطالعه میشه. زمایم چشم بود، کره چشم بود و مسیر عصبی چشم بود، که در حقیقت در رابطه با کره چشم که بحث اساسی ما هست، گفتیم که کره چشم متشکل از طبقات هست، متشکل از اجواف هست و متشکل از معتوی کره چشم می باشه که هر کدام را جدا جدا با تفصیل صحبت کردیم. بحث امروز ما و شما سیستم نوری چشم می باشه. سیستم نوری چشم به چی معنا؟ به این معنا که وقتی نور از بیرون وارد چشم میشه، کدام مسیرها رو عبور میکنه تا ای که تصویر شی بالای شبکیه شکل میگیره و چی عواملی در ایجاد از این تشکیل نقش تشکیل این تصویر نقش داره و این نور در امین مسیر که انتقال پیدا میکنه دوچار چی تغییراتی در مسیر خود میشه. این بحث در سیستم نوری چشم با جزئیات روی صحبت خواهیم کرد. ببینیم، فرض بکنیم که یک شی در بیرون از چشم قرار داره و ما میخواییم که این شی ببینیم. برای از این که این شی دیده بشه، در حقیقت نوره که از نوعی مختلفه از این شی انحکاس پیدا میکنه و به چشم میرسه تا ای که ما شی با ما قابل رویت میباشه. در فیزیولوژی چشم، در مباحث ابتدایی و پایه فیزیولوژی چشم، دانستن فیزیک نور اهمیت داره. شما باید فیزیک نور بهتر بفهمیم تا ای که بتانین مفاهیم فیزیولوژی چشم را بهتر برداشت بکنیم. با وجود این هم ما سعی کردیم که بعضی از مفاهیم فیزیکی که ارتباط به فیزیولوژی چشم داره به زبان خیلی سلیس و ساده برای شما توضیح بدیم تا ای که مفاهیم گنگ و مبهم به پیش شما باقی نمانه و بتانیم که درست مطلب برداشت بکنیم. شما میفهمیم که نور در هر وسطی که انتقال پیدا میکنه در او وسط یک سرعت مشخصی داره. سرعت نور در هوا و در خلا یک اندازه محاسبه میکنن، تغییرات جزئی داره ولی معمولا او به یک پیمانه سنجش میکنن. گفته شده از نظر علم فیزیک نور که سرعت نور در هوا 300 هزار کیلومتر در ثانیه هست، در حالی که سرعت نور در هر وسط دیگه به ای اندازه نمی باشه بلکه تغییراتی داره. به طور مثال سرعت نور در قرنیه 230 هزار کیلومتر در ثانیه هست، یعنی کمتر می باشه نظر به سرعت نور در هوا. در عدسیه سرعت نور 214 هزار تقریبا میشه بگیم کیلومتر در ثانیه می باشه و در ویتریاس بادی 223 هزار کیلومتر در ثانیه هست. بنابراین از این جیما برداشت به این می کنیم که بیشترین سرعت نور در هوا داره و در حالی که سرعت نور بعد از هوا در قرنیه بیشتر هست و بعد از قرنیه در ویتریاس بادی یا جسم زجاجیه در او سرعت بیشتر تر می باشه و کمترین سرعت نور در کجا هست؟ در عدسیه می باشه. خب، حالا تفاوت سرعت نور در وسط های مختلف
چی اثری داره بر او مسیری که نور انتقال پیدا میکنه. دقیقا شما از نظر علم فیزیک میفهمیم که وقتی نور از یک وسط وارد وسط دومی که از نظر جنسیتی متفاوته وارد او وسط دومی میشه، مسیر خود خورچکار میکنه، تغییر میده، یا به اصطلاح ساده تر دوچار کسر میشه، انکسار میکنه. خب حال عبور نور از هوا و قرنیه، عدسیه و ویتریس بادی هم از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین زمانی که نور از هوا وارد قرنیه میشه، چون سرعت نور در این محیط متفاوت هست، بنابراین در مسیر انتقال نور یک شکستگی به وجود میه. خب به اینجا شما یک بحث متوجه شدیم که بنابراین یکی که نور در محیط های مختلف سرعت یکسان نداره و دیگه ای که وقتی از یک محیط وارد محیط دیگه میشه دوچار شکستگی یا انکسار میشه. خب این ایر که فهمیدیم. حالا دو تا از مفاهیم دیگری که مربوط به فیزیولوژی چشم میشه و ارتباط به فیزیک نور داره، اینا رو باید شما آشنایی داشته باشیم. یکی ضریب انکساری هست و دیگه قدرت انکساری. این دو تا مفهوم کاملا جداگانه میباشه که شما باید هر کدام رو بفهمیم. اول باید ضریب انکساری رو بفهمیم، ضریب انکساری چی هست، بعدن قدرت انکساری مطالعه میکنیم. ضریب انکساری در حقیقت سرعت نور در هوا تقسیم سرعت نور در هر محیط دیگر، این میشه ضریب انکساری محیط دوم. محیط اول معمولا هوا ما فرض میکنیم، وقتی که هوا خود نور در هوا به سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه، این نور زمانی که به قرنیه برخورد میکنه، در قرنیه از سرعت نور کاسته میشه. گفتیم که سرعت نور در قرنیه چنده؟ 230 هزار کیلومتر در ثانیه هست. حالا ما میایم 300 هزار تقسیم 230 هزار میکنیم، اینجای که ضریب انکساری نور در قرنیه به دست میایه که این محاسبه شده، حدوداً گفته شده که 1.3 میباشه. پس ضریب انکسار قرنیه چند شد؟ 1.3 میباشه. در حالی که ضریب انکسار عدسیه چنده؟ 1.4 میباشه و در ویتریس بادی 1.34 میباشه. از این ارقامی که برو صفحه نمایش داده شده، ما میتونیم چنین برداشت بکنیم که بیشترین انکسار نور در کجا داره؟ در عدسیه داره. به تعقیب از او بیشترین انکسار در جسم زجاجیه یا ویتریس بادی دارا میباشه و کمترین انکسار در کجا داره؟ در قرنیه داره. به این تصویر شیماتیک هم شما اگر نظر بکنیم، اینجی نشان میده که سرعت نور در هوا، ضریب انکسار نور در هوا باید چند باشه؟ 1 باشه. چرا؟ 300 هزار تقسیم 300 هزار میشه 1. ضریب انکسار در قرنیه چند گفته؟ 1.3، یا اگر خیلی دقیق تر محاسبه بکنیم 1.38. ضریب انکسار در اکواس امور گفته 1.33. ضریب انکسار در خود عدسیه گفته 1.4. ضریب انکسار در خود ویتریس بادی گفته شده 1.34. اینجی نشان میده وقتی که نور از هوا وارد قرنیه شده، در مسیر نور یک تغییری به وجود آمده. در حقیقت در اینجی این مسیر از این نور آمده به اینجی و در نهایت یک انکسار در عدسیه میکنه و یک انکسار دیگری در ویتریس بادی میکنه و در نهایت بال خود شبکیه این نور فوکس میشه. خب تا اینجا شما ضریب انکسار را فهمیدیم. گفته شد که یکی از مفاهیم دیگری که در فیزیک نور وجود داره و ارتباط به فیزیولوژی چشم داره، بعد شما قدرت انکساری را بفهمیم که چی هست. قدرت انکساری چی رقم تعریف میکنه؟ میگه هرگاه ما یک عدسیه داشته باشیم که فاصله معراقی از این 100 سانتی متر باشه. فاصله معراقی اگر 100 سانتی متر باشه، قدرت انکساری از یه عدسیه معادل به یک دیوپتری. در حقیقت واحد اندازه‌گیری قدرت انکساری چی می باشه؟ دیوپتری هست. چی وقت میگیم یک عدسیه یک دیوپتری قدرت انکساری داره؟
زمانی که فاصله مراقی از این 100 سانتی متر باشه، که اینا مباحثیه که در فیزیک شما بخوندیم که عدسیه ها معمولا مراق و مرکز دارن، شوها دارن، که اینا نمیخوام رو از اینا بحث بکنم و برای از اینکه مفاهیم برای شما واضح تر بشه خوبه که یک بار فیزیک عدسیه ها مروری پیش خود بکنیم و یک مطالعه داشته باشین که مفاهیم برای شما واضح تر باشه. اگه قرار باشه که ما رو فیزیک عدسیه با صحبت بکنیم یک مقدار زیاد وقت تلف خواهد شد. بنابراین همینقدر ما اکتفا میکنیم که قدرت انکساری یک دیوپتری در حقیقت تعریف از او ای هست که هرگاه یک عدسیه فاصله میراقی از او 100 سانتی متر باشه قدرت انکساری هزی هست یک دیوپتری. خب برای از این که ما قدرت انکساری در عدسیه هایی که مختلفی که فاصله های میراقی متفاوتی دارن اندازه گیری بکنیم، معمولا عدد صدر تقسیم بر فاصله میراقی عدسی مورد نظر میکنیم. به طور مثال ما یک عدسی داریم که فاصله میراقی از این 50 سانتی متر هست. از شما پرسان میشه که قدرت انکساری از این چنده؟ ما میگیم 100 سانتی متر تقسیم 50 میشه 2. 100 تقسیم 50 میشه 2. پس گفته میتونیم که قدرت انکساری عدسی که فاصله میراقی از این باشه 50 سانتی متر معادل به 2 دیوپتری میباشه. اگر فرض بکنیم که یک عدسی داشته باشیم که فاصله میراقی از این 25 سانتی متر باشه، در اینجا گفته میشه که قدرت انکساری از چند؟ 100 در تقسیم 25 میکنیم، میگیم قدرت انکساری از 4 دیوپتری هست. از اینجی ما به یک نتیجه میرسیم، ای که قدرت انکساری با فاصله میراقی یک رابطه نسبتاً معکوس داره. یعنی به هر پیمانه که فاصله میراقی کمتر باشه قدرت انکساری بیشتر هست و به هر پیمانه که فاصله میراقی زیادتر باشه قدرت انکساری کمتر هست. پس ما و شما به اینجی به قدرت انکساری هم آشنایی پیدا کردیم، به ضریب انکساری هم آشنایی پیدا کردیم و به خود انکسار نور هم آشنایی پیدا کردیم. خب اولین بحثی که ارتباط مستقیم به فیزیولوژی چشم میگیره حالا میخواییم ما و شما شروع بکنیم و رو از او صحبت بکنیم. ببینیم یک اصطلاحی وجود داره به نام عدقه یا پوپیل. عدقه یا پوپیل چی هست؟ عدقه یا پوپیل در حقیقت یک ساختمان میباشه که در مرکز آیریس قرار داره. ما و شما در بحث آناتومی چشم هم پوپیل یا عدقه یک توضیح خلاصه ای دادیم، آیریس را هم برای شما معرفی کردیم. ببینیم آیریس در حقیقت در امی تصویر امی ساختمانی که تعیین کننده رنگ چشم ای به نام چی یاد میکنن؟ به نام آیریس یاد میکنن. در قسمت مرکزی آیریس یک فوهی وجود داره که این فوهر به نام چی یاد میکنن؟ به نام عدقه یا پوپیل یاد میکنن. عدقه یا پوپیل یک فوهه هست که قطر از نظر به ای نظر به شرایط مختلف میتونه که کاهش یا افزایش پیدا بکنه. از نظر فیزیولوژی چشم عدقه وظیفه اساسی از ای هست که میزان نوری که به داخل کره چشم وارد میشه کنترل بکنه. فرض بکنید که ما در یک محیط خیلی روشن قرار داریم، یک حجم وسیع از اشعه نور میخواین وارد چشم بشن، در این جیه که عدقه انقباض میکنه، قطر خود خور کوچک میکنه و اجازه نمیده که میزان زیاد نور، پراکندگی زیاد نور وارد خود چشم بشه. و یا برعکس، زمانی که در یک محیط تاریک قرار میگیریم عدقه توسل میکنه و اجازه میده که یک موج وسیع از اشعه نور وارد چشم بشه. بنابراین عدقه از نظر فیزیولوژی چشم عملکرد عمده از این کنترل میزان نوری هست که به چشم وارد میشه که میتونه در شرایط مختلفه قطر خود خود کوچک بکنه یا بزرگ بکنه. اصطلاحاً به کوچک شدن قطر عدقه میگن میوزیس و به توسع قطر عدقه گفته میشه میدریازیس. میوزیس و میدریازیس. خب حالا سوال خلق میشه چی باعث میشه که عدقه قطر خود خود کوچک بکنه و یا ای که قطر خود خود بزرگ بکنه؟
برای از اینکه شما این مفهوم رو واضح تر بفهمیم، باید اول این بفهمیم که خود عدقه، خود آیرس که در حقیقت تشکیل دهنده عدقه هست، آیرس اوی دو نوع ایلیاف عضلی می باشه. یکی ایلیاف عضلیه که به شکل علقوی وجود داره، یکی ایلیاف عضلیه که به شکل شوایی وجود داره. ایلیاف عضلی علقوی زمانی که انقباض بکنه قطر عدقه رو کوچک میکنه، ایلیاف عضلی شوایی زمانی که انقباض میکنه قطر عدقه وسیع تر میشه. و این ایلیاف عضلی شوایی و ایلیاف عضلی علقوی آیرس توسط دو منبع عصبی جداگانه تعصیب میشن. ایلیاف عضلی حلقوی توسط رشته های عصبی که به نام عصب پاراسیمپاتیک اوکولوموتور یاد میشه تعصیب میشه، در حالی که ایلیاف عضلی شوایی که در آیرس وجود داره توسط رشته های عصبی سمپاتیک تعصیب میشه. خلاصه کلام، سیستم عصبی پاراسیمپاتیک ایلیاف عضلی حلقوی در آیرس تعصیب میکنه و ایلیاف عصبی پاراسیمپاتیک حلقوی و سمپاتیک ایلیاف عضلی شوایی در آیرس چیکار میکنه؟ تعصیب میکنه. بنابراین هر عاملی که باعث تحریک سیستم عصبی پاراسیمپاتیک بشه میتونه که عدقه کوچک بکنه، و هر عاملی که باعث تحریک سیستم عصبی سمپاتیک چشم بشه میتونه که عدقه چیکار بکنه؟ متوسع بکنه. علاوه به این که در محیط روشن و تاریک قطر عدقه میتونه که تغییر بکنه، عوامل دیگه هم وجود داره که میتونه به روی قطر عدقه اثرگذار باشه. به طور مثال خود ادرنالین که تحریک کننده سیستم عصبی سمپاتیک هست، این میتونه که از انتهای ایلیاف عصبی سمپاتیک هم افراز میشه، این میتونه که باعث کوچک شدن قطر عدقه بشه. اسفیکسیا یا خفگی میتونه که باعث کوچک شدن با معذرت باعث بزرگ شدن قطر عدقه بشه. اسفیکسیا یا خفگی یا نرسیدن اکسیژن به اجرات عضویت، این هم از جمله عواملیه که میتونه توسع عدقه به وجود بیاره. و میوزیس در آلات دیگر مثلا ممکنه دیده بشه. به طور مثال افرادی که اعتیاد به مصرف مواد مخدر دارن، در نزد از اینا معمولا یک میوزیس دائمی یا یک کوچک شدن قطر عدقه به صورت دائمی دیده میشه. پس اگر ما بیم جمع بندی بکنیم، عدقه چی شد؟ یک فوهه‌ای که در مرکز آیرس قرار داره. آیرس چیه؟ آیرس در حقیقت همو قصیه که ما در بس آناتومی مطالعه کردیم، ویه دونه ایلیاف، ایلیاف عضلی علقوی، ایلیاف عضلی شوایی. ایلیاف عضلی علقوی اگر انقباض بکنن قطر عدقه تنگ میشه، ایلیاف عضلی شوایی اگر انقباض بکنن قطر عدقه توسع پیدا میکنه، زیاد میشه. کوچک شدن قطر عدقه میگن میوزیس، توسع عضل میگن میدریازیس. سیستم عصبی سمپاتیک معمولا ایلیاف عضلی شوایی تعصیب میکنه و سیستم عصبی پاراسیمپاتیک ایلیاف عضلی حلقوی در آیرس تعصیب میکنه. گفتیم که خود نور زمانی که به چشم میتابه میتونه که باعث تغییر قطر عدقه بشه، و یک تزایق یا یک تنگی در عدقه زمانی که به تابش نور مواجه میشه به وجود میایه. حالا سوال برمیانگیزه به این که چی باعث میشه که وقتی نور به چشم برخورد میکنه عدقه انقباض بکنه؟ وقتی که نور به چشم میتابه از قرنیه عبور میکنه، از مایه زلالیه یا همو اکواس امور عبور میکنه، از عدسیه عبور کرد، وارد ویتریاس بادی شد، در نهایت به شبکیه برخورد کرد، از شبکیه توسط سیستم عصبی بصری یا اپتیک نرو این سیاله های عصبی انتقال پیدا میکنه به یک هسته کنترل کننده محافظتی در دماغ که به نام هسته پروتکتال میگن. از هسته پروتکتال به یک نایی در دماغ که به نام ادینجر وستفل یاد میشه می سیاله های عصبی انتقال پیدا میکنه. وقتی که این نور به سیاله های نوری انتقال پیدا کرد به ادینجر وستفل، در اینجه که یک تنبی خود سیستم عصبی پاراسیمپاتیک میشه که باعث میوزیس یا کوچک شدن قطر عدقه میشه، و در تاریکی در حقیقت برعکس از انتقال
برعکس از این حادثه اتفاق میفته که یک توسعی در عرقه به وجود میاد. یک اصطلاح معمول هست در فیزیولوژی چشم که او رو به نام کانسنشوال لایت ریفلکس یاد میکنن. کانسنشوال لایت ریفلکس به چی معنی؟ هرگاه یک چشم شخص ما بسته بکنیم که در معرض تابش نور قرار نگیره، به چشم مقابل ما اگر نور رو وارد بکنیم، باعث میشه که خود علاوه به ای که در همو چشمی که نور وارد شده یک انقباضی در عدقه به وجود میآید، در چشم طرف مقابل هم یک انقباضی در عدقه به وجود بیاید، یک میوزیز در عدقه ایجاد بشه که در حقیقت به می اصطلاح میگن consensual light reflex. در حالی که او چیشون پوشنیده شده بود، در معرض نور هم قرار نداشت، ولی مسیرهای عصبی که در چشم وجود داره که عمدتا در قسمت شیازما اپتیک دماغ با همدیگر تصالب میکنه، در این جهه که یک عملکرد بین البینی هم بین دو چشم در تمادی با همدیگه میتونن که اینو عمل بکنن. بنابراین تابیدن نور در یک چشم باعث انقباض عدقه در چشم طرف مقابل هم شده، میتونه که به این اصطلاح میگن consensual light reflex. یک اصطلاح دیگه هست در فیزیولوژی چشم که باید شما به زود آشنایی پیدا کنیم که به اون میگن انیسوکوریا. انیسوکوریا چی هست؟ در حقیقت تفاوت قطر عدقه در دو چشم به این گفته میشه انیسوکوریا. یعنی ممکنه که یک چشم عدقه کوچک باشه و یک چشم دیگر در این فرد عدقه متوسط باشه. به زیالت گفته میشه انیسوکوریا که معمولا یک آفت سیستم عصبی سمپاتیک در پشت از اختلال وجود داره. ما میفهمیم که سیستم عصبی سمپاتیک زمانی که درست عمل نکنه در چشم، باعث میشه که رشته های عضلی شوایی در قضیه تحریک نشه. وقتی که تحریک نشد، باعث میشه که توسع نکنه. بنابراین یک چشم معمولا به حالت چی وجود داره؟ عدقه عضوی به حالت مایوزس قرار داره یا کوچک میباشه. خب درس جلسه دوم رو هم به اینجا ختم میکنیم. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزا قرار گرفته باشه. روز و روزگار خوش.